سلام، من دکتر مهدی طاهرپور هستم، متخصص قلب و فلوشیپ متخصصی آریتمی های قلبی و کاشت پیس میکر. آریتمی اختلال در آهنگ و نظم ضربان هست یا در تعداد ضربان یا هر دو. بر دو نوع برادی آریتمی، یعنی کندی و تاکی آریتمی تندی هست. یعنی یک تپش قلب های غیر طبیعی داریم که در به حالت بیمارگونه کندن و یه ضربان هایی داریم که به حالت بیمارگونه نامنظم و یا تندن. تپش قلب یک طیف وسیع از علامت داره، از بی علامت بودن شما بگیرید تا علامه بسیار شدید مثل ایست قلبی و یا حالا کم اهمیت تر مثل سنکوپ یا بیهوش شدن. یعنی بیماری ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه، به طور اتفاقی مراجعه کنه، من ببینم یک نامنظمی در ضربان قلبش وجود داره، یا اینکه ارشد به خدمت شما با علامتی مثل درد سینه، تنگی نفس، سرگیجه، خستگی پذیری زودرس، بیهوش شدن یا سنکوپ، یا حتی خدا نکرده بیمار با ایست قلبی اولین تظاهرش باشه و ما اونو ببینیم. در همه بیماری ها یک سری عوامل هستند که مؤثرن، که اون عوامل تغییر ناپذیرن، مثلا ژنتیک. شما نمیتونید ژنتیک رو تغییر بدید، اگر کسی وراثتی داره از پدرش مادرش نمیتونید رو تغییر بدید. در مورد عصب اضافه مادرزادی هم همینه، یعنی با اینکه ژنتیکی نیست، یعنی منظورم از با اینکه وراثتی نیست، اغلب اینها از پدر یا مادر به ارث نرسیدن اون فرزند، ولی از شاید به خدمت شما یک سری عوامل دیگه هستن که اونا مؤثرن. اون عواملی که مؤثرن، مثلا فرض کنید که فشار خون بالا کنترل نشه، زمین بعضی از تپش قلب غیر طبیعی رو فراهم میکنه، یا وزن زیاد، وزن بیشتر باعث بروز بیشتر بعضی از تپش قلب ها میشه، و کسی که وزن بیشتری داشته باشه وزنشو کاهش بده، متعادل کنه، بعضی از تپش ها درش کاهش پیدا میکنه. یک گروه عمده ای از تپش قلب های ما تپش قلب هایی هستن که ناشی از وجود یک عصب اضافه مادرزادی توی قلبن. این عصب اضافه مادرزادی، من همیشه برای بیمارام همین جمله رو به همین شکل توضیح میدم دیگه، ملکه ذهنم شده، که ممکن از هر سنی فعال بشه این عصب اضافه و باعث تپش قلب غیر طبیعی و تند بشه. ممکنه توی بچه 10 روزه خودش نشون بده، 10 ساله، یا آدم 20 ساله، 40 ساله، 70 ساله و 80 ساله. شایع‌ترین تپش قلب پایدار دنیا فیبریلاسیون دهلیزی. فیبریلاسیون دهلیزی عواملی که درش دخیلن، یک سری عوامل تغییر ناپذیرن، مثل ژنتیک، مثل سن. هر چقدر سن بره بالاتر، بروز ای اف هم، یا فیبریلاسیون دهلیزی که اصطلاحاً بهش میگیم ای اف، مخفف اترال فیبریلیشن انگلیسیه، درش بیشترش. تو آمارها اینجوریه که هر یک دهه‌ای که به عمر اضافه میشه تقریباً بروز ای اف 1.5 برابر میشه، اما بعد از 80 سال تعداد خیلی زیاد میشه، به طوری که بین 80 تا 90 سال چیزی بوده حداقل 15% افراد ای اف دارن، و تا 90 سال، بین 85 تا 90 سال، حتی گاهی در بعضی آمارها میگیم از هر 4 نفر یه نفر ای اف پیدا خواهد کرد. اینقدر رایج. انجمن قلب اروپا هم توصیه میکنه که هر آدم بالای 65 سال دستش رو نبضش بذاره، نبضش رو بگیره و یه نوار بگیره از نظر فیبریلاسیون دهلیزی، که ببینه فیبریلاسیون دهلیزی نداشته باشه. وزن یکی از جاهایی که خیلی تاکید شده توی آریتمی ها در این بیماران هست. برآورد میشه که با کاهش وزن چیزی حدود 20 تا 25% حملات ای اف و بروزش کم بشه.